به استقبال نخستین کنگره حزب می روید. با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. به استقبال نخستین کنگره حزب می رویم، برنامه‌ای که ما سعی کردیم در اون با تهیه مصاحبه‌های کوتاه به برگزاری هرچه پربارتر کنگره یاری برسونیم. طی سلسله مصاحبه‌هایی که تاکنون انجام دادیم، شما را از نزدیک با چگونگی پیشبرد و برنامه‌ریزی نخستین کنگره حزب آشنا کردیم. طی روزهای آینده تا برگزاری کنگره سعی می‌کنیم شما رو با جمع‌بندی روند یک سالی گذشته حزب از دید اعضا و مسئولین حزب و همچنین موافقین و منتقدین حزب آشنا کنیم. و اما در برنامه امروز از آقای احمد پورمندی، فعال سیاسی سوسیال دموکرات، دعوت کردیم تا با او گفتگویی داشته باشیم. احمد جان، خیلی خوش آمدید. من هم سلام میکنم به شما و به همه دوستان و عزیزانی که این برنامه رو میبینن یا میشنون، و امیدوارم که هم گفتگوی خوبی داشته باشین و هم برای حزب چپ ایران آرزو میکنم که اولین کنگرش رو با موفقیت برگزار بکنه و در سپهر سیاسی ایران نقش موثر و سازندهی داشته باشه. احمد جان، شما سند سیاسی رو فاقد سیاست یا سیاست اعلام شده ارزیابی کردید. به چه دلیلی چون این ادعایی میکنید؟ خب ببینید، سند پیشنهاد میکنه که برنامه راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری سکولار دموکرات هست و بعد تأسیس مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید. بیشتر از این چیزی در سند که نشون بده راهکار سیاسی حزب برای رسیدن به این جمهوری سکولار و دموکراتیک چیه و چجوری میخواد از این جمهوری اسلامی گذار بکنه دیده نمیشه. چندین بند به انواع جنبش های مردمی اختصاص پیدا کرده که خب همه این جنبش ها متحد قرار می گیرن، ولی اون رشته ای که باید این دانه‌های پراکنده رو به همدیگه مرتبط بکنه و ازش یک جنبش ملی سیاسی بسازه برای اینکه اون هدفی رو که حزب برای خودش مشخص کرده متحقق بکنه، چنین برنامه راهبردی در سند نیست. این رو من فقط به استناد اون چیزی که سیاه بر سفید نوشته شده فکر می‌کنم که این نقص وجود داره. در این حال من اونجا مطرح کردم که شاید یک سیاست نانوشته‌ای هست که به استناد برخی از نوشته‌های درون سند به اون استنباط رسیدم و اون این است که خب سند اولا نظام حاکم رو اصلاح ناپذیر تعریف میکنه، ثانیا نسبت به جریانات اصلاح طلبی که در درون و حاشیه حکومت فعالیت های داشتن و دارن اظهار ناامیدی و قطع امید میکنه، و ثالثا تمام توجه سند متوجه بیرون و جنبش های مدنی است و به این اعتبار فکر میکنم که احتمالاً نویسندگان سند یک نوعی نگاهی دارن که به هر حال این جنبش ها به صورت یک قیام توده‌ای به همدیگه متصل میشن و در واقع باز میگردن به یک استراتژی، حالا بگم کلاسیکی، که در دوران انقلابات کلاسیک وجود داشته که در اون جنبش‌های پراکنده در حول یک شعار محوری یا شعارهای محوری سیاسی مجتمع میشن و از طریق قیام مراکز قدرت رو تسخیر میکنن و دولت موقت برآمده از اراده انقلابیون
تشکیل میشه و اون دولت مجلس مؤسسان رو فرا میخونه و مجلس مؤسسان قانون اساسی رو. این یک طرح کلاسیک هست که خب طرح لنین و بقیه انقلابیون قرن گذشته هست و اگر ما اون خلل رو بگذاریم ناچارن یک نوع حدس زدن هایی میتونه مطرح باشه که مثلا دوستان چنین چیزی رو مد نظر دارن یا نمیدونم، دست خودشون رو فعلا باز گذاشتن برای اینکه ببینن چی میشه که به هر حال چه این چه اون برای یک حزب سیاسی که میخواد وارد فضای سیاسی بسیار سنگین جامعه ایران بشه حسن تلقی نمیشه و بایستی این نقص برطرف بشه. بله احمد جان، همونطور که میدونید در سند از گذار از جمهوری اسلامی صحبت میشه. شما اصلا به گذار از جمهوری اسلامی باور دارید یا با این ترم مشکل دارید؟ و اگه مشکل دارید مشکل شما چیه؟ من معتقدم که ما بایستی در ایران یک جمهوری دموکراتیک و عرفی داشته باشیم و قانون اساسی موجود قانون اساسی ضد دموکراتیک است، بایستی تغییر بکنه و بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیازهای توسعه پایدار کشور به طور کامل بازنویسی بشه و بنابراین اگر این رو گذار تعبیر بکنید خب روشن است که منم مثل همه نیروهای دموکراتیک کشور فکر میکنم که این جمهوری که دنبالش هستن با این جمهوری که الان وجود داره و در واقع ولایت فقیه محورش هست و کمتر جمهوری هست و بیشتر یک نوع حاکمیت دینی هست فاصله خیلی از زمین تا آسمان داره. ولی با ترم گذار بله من مشکل دارم، به این دلیل که اولا بسیار کشدار هست و معلوم نیست که دقیقا منظور از کلمه گذار چیست. این میتونه تعبیر کلاسیک سرنگونی، براندازی، برکناری رو در بر بگیره تا یک نوع گذار بسیار آرام که ممکنه چند دهه هم طول بکشه اونم میتونه خودش رو در ترم گذار تعریف بکنه. به این اعتبار فکر می‌کنم که این ترم یک جعلی است که اثر ناچاری صورت گرفته و خب فقط مربوط به حزب چپ ایران نیست، بسیار از نیروهای سیاسی دیگه هم که نتونستن ترم مناسب تری پیدا بکنن از این استفاده میکنن. ولی من فکر کنم که هیچ دلیلی نداره که ما یک فرمول غیر اثباتی رو بذاریم در مرکز و حول اون جمع بشیم. اینکه ما خواستار یک جمهوری عرفی و دموکراتیک باشیم و خواستار تغییر قانون اساسی باشیم این به نظر من ترم حقوقی است، ترم کارشناسی است و رسا هست، ابهامی هم ایجاد نمی کنه و یک چیزی که به هر حال هر کسی از ظن خود یارش بشه رو میذاریم کنار. به این اعتبار من با واژه گذار مشکل دارم و فکر کنم بهتر است که فرمولایی رو جایگزین بکنه که این کمبودا رو نداشته باشه. شما با این فرمول گذار میگید مشکل دارید؟ آیا فرمولی هم دارید آلترناتیو جاش بذارید؟ من گفتم ما وقتی اثباتی صحبت بکنیم میگیم حزب ما معتقد هست که در ایران باید یک جمهوری دموکراتیک عرفی مبتنی بر مشروعیتش از اراده آزاد مردم، تفکیک قوا و غیره تشکیل بشه. این رو در جزجو اینجا اونجا حزب گفته و در اسنادی که بسیار از فعالین حزب هم امضا کردن مثل منشور اتحاد جمهوری خواهان اومده و خب یک چیز کلاسیک هست. این کفایت میکنه و اینکه مثلا ما برای استقرار جمهوری عرفی در ایران تلاش میکنیم خب این فرمول اثباتی است و نیاز به چیز دیگه نداریم. یا اگه بخوایم چیز اثباتی هم بگیم میگیم آقا ما میخوایم یک قانون اساسی رو کاملا تغییر بدیم. ما دنبال تغییر در قانون اساسی نیستیم، دنبال تغییر قانون اساسی هستیم و تغییراتش هم مبتنی است بر این بندهایی که مثلا در برنامه ما اومده، در حالا در تر برنامه یا در برنامه های گسترده تری که می نویسیم یا اصلا شاید بیاییم بگیم آقا ما میاییم قانون اساسی پیشنهادی هم می نویسیم بگیم انظر ما قانون اساسی باید این باشه. خب نیازی نداره که ما مثلا بیاییم سر یه فرمول نفیه، یه فرمولی که ابهام زیاد رو ایجاد میکنه استراتژی ببندیم. بله اما جان، چرا با طرح اصلاح ناپذیر خوندن حکومت مخالفی؟
ببینید من با این ترم مشکل تئوریک دارم، مشکل نظری دارم. به نظر من گفتن اینکه یک نظام استبدادی، یک نظام توتالیتر اصلاح پذیر هست یا اصلاح ناپذیر است، یک دلیل عقلی و تئوریک نداره. اون چی که در واقعیت اتفاق میفته اصلا ضرورت مبارزه توده‌ای علیه یک نظام رو توجیه و توضیح میده این هست که این نظام تن به اصلاح نمیده، این داوطلبانه دنبال اصلاح نیست. اگر یک نظام اصلاح طلبی در سر کار بود، اصلاح پذیری موضوعیت نداشت. بنابراین اون چیزی که موضوعیت داره این است که به این سوال پاسخ بدیم که آیا در مقابل جنبش مردم این حکومت ظرفیت عقب نشینی رو داره یا نه. به این سوال هم از پیش نمیشه پاسخ داد. تجربه تاریخی کشور ما نشون میده که خب یک زمانی ما خودمون طرفدار این بودیم که نظام پادشاهی غیر قابل اصلاح و جز سرنگونی اجرایی نداره، ولی وقتی جنبش توده‌ای برآمد کرد، خب شاه عقب نشینی کرد، دولت به بختیار سپرد و گذاشت رفت اصلا، و خب که اصلا صدای انقلاب شما رو شنیدم. پس این تجربه رو ما در کشور خودمون داریم، یعنی یک بار این خطا رو کردیم و گفتیم که اصلاح ناپذیر هست و باید سرنگون بشه، ولی بعد دیدیم که نه، وقتی جنبش مردمی میاد احتمال اینکه حکومت عقب بشینه وجود داره و اساسا ما راه دیگه ای نداریم. اگر ما به اون پرنسیب مسالمت، عدم خشونت به طور واقعی پایبند بمونیم، جز اینکه حکومت رو گام به گام عقب بنشونیم و حقوق مردم در مبارزات مختلف اجتماعی تحصیل بشه و در نهایت حکومت رو وادار بکنیم که با نمایندگان مردم بشینه بر سر اینکه یک تعادل قوای جدیدی که در جامعه به وجود اومده رو در سیاست انعکاس بده، راه دیگه ما نداریم، مثل آفریقای جنوبی و خیلی از کشورهای دیگه ای که کمتر یا بیشتر همین روند رو طی کردن. این جنبش دو تا پا داره، یک پاش جنبش اجتماعی مردم هست که بدون اون هیچ عقب نشینی رو نمیشه به حکومت تحمیل کرد و صرف توسل به یک تعداد آدم اصلاح طلب در بالا، تجربه 40 سال اخیر نشون داد که ناکام بوده. و اینکه ما صرفاً هم بگیم این جنبش توده‌ای به یک انقلاب فرا برویه و جز به انقلاب و در هم کوبیدن ماشین دولتی به چیز دیگه فکر نکنیم، اون هم ما رو به کجراه خواهد برد، تجربه تاریخی هم نشون داده. بنابراین ما یک راه میانه‌ای داریم که دو تا پا داره، یک پاش جنبش اجتماعی مردم هست و یک پاش سیاسیونی هم که دائما حکومت رو دعوت میکنن به اینکه بیا و بشین پای میز مذاکره و حقوق مردم رو بده، و این فشار دو جانبه باعث میشه که تحول به صورت مسالمت‌آمیز پیش بره. من استراتژی دیگه ای نمیشناسم که بتونه هم ملی باشه، هم مسالمت‌آمیز باشه و هم متضمن مقصود باشه. از هر کدوم از این دو طرف که ما بیفتیم دچار انحراف شدیم. شما در نوشتتون هم پیشنهاد میکنید که آزادسازی انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد به محور پروژه‌ای راهبردی حزب چپ و تاکتیک محوری اون تبدیل بشه. آیا در نظامی که کوچکترین فعالیت مدنی هم تحمل نمیشه و تحمل نمیکنه و سرکوب میکنه، انتخابات آزاد محلی از اعراب داره یا جای اصلا برای همچین طرحی وجود داره؟ ببینید همه چیز برمیگرده به تعادل قوا. یعنی باز من برمیگردم به تجربه مشخص خودمون. اگر ما در سال 55 کسی از ما میپرسید که آقا شعار انتخابات آزاد اصلا محلی از اعراب داره، شاهی که این مملکت ساواکیزه کرده، شاهی که رهبران فدایی رو برده تو تپای وین ترور کرده، شاهی که کوچکترین فعالیت دانشجویی رو تحمل نمی کنه، شما چطور حرف از انتخابات آزاد میزنید؟ انتخابات آزاد یک سری مفروضات و پیشفرض‌ها رو داره که مقدم بر همه جنبش مردم هست. وقتی که این جنبش های پراکنده ای که الان توی همین سند 14-15 ماده روش فرمول بندی شده، فهرست بندی شده و ارزیابی هم اتفاقا میده که این جنبش ها رو به رشدن، خب وقتی این جنبش ها هست، اگر همه این جنبش ها وقتی سیاسی میشن یک شعار مشخص داشته باشن که ما انتخابات آزاد میخوایم، اون وقت
یک فشار عظیمی رو ایجاد میکنه، یک تعادل قوا جدید رو ایجاد میکنه که کم ضررترین واکنش از جانب حکومت پذیرش این شعار مسالمت‌آمیز مردم است. ما بایستی در تدوین استراتژی همیشه سعی بکنیم که مینیمم شعار با حداکثر فشار رو با هم جمع بزنیم تا شانس پیروزی بالا بره. ما اگر انتخابات آزاد را نتونیم در یک تعادل قوای جدید تحمیل بکنیم، چی رو میتونیم تحمیل بکنیم جز سرنگونی؟ یعنی بعد کمتر از انتخابات آزاد رو که دوستان اصلا قبول نمی کنن، منم باش موافقتی ندارم که بگیم که مثلا ما به یک چیزی مثلا اجرا بی تنازل قانون اساسی که آقای مهندس موسوی در اون زمان مطرح کرده بود، منم دفاع میکردم ازش و فکر میکردم، هنوزم فکر میکنم که درست بودی که در اون مقطع اگر اجرا میشد بازی رو در سطح سیاست ایران پات میکرد و یک وضعیت جدیدی از تعادل قوا ایجاد میکرد. در اون تعادل قوا جدید میشد شعار انتخابات آزاد رو موفقیت آمیزتر پیش برد. ولی امروز خود طرفداران مهندس موسوی هم میگن که دیگه اون دوره گذشت و ما امروز بدون شعار، حالا اونا میگن اصلاح قانون اساسی، خیلی خوب، اگر هم نیروی پیدا بشه در ایران که شعار اصلاح قانون اساسی رو بده، ما حتما ازش پشتیبانی به نظر من باید بکنیم. از باید پشتیبانی بکنه اگر کسی میاد میگه قانون اساسی باید اصلاح بشه. فعلا تغییرش رو در دستور قرار نمیده. ولی اگر این اصلاحات سمت درستی داشته باشه، خب طبیعی است که حزب باید ازش پشتیبانی بکنه. ولی اون نمیتونه مطالبه استراتژیک حزب باشه. میدونید؟ بنابراین اگر شما میگید که اون نمیشه تحمل کرد، پس باید پله برید پایین تر، نمیتونید دیگه یه پرده برید بالاتر، اون منطق تئوریک و عملی درش نیست. بله، شما به طرح راهبردی جبهه ملی استناد میکنید. آیا جبهه به خاطر ملاحظات کار در داخل نیست که روی تشکیل هیئت مورد قبول همگان تاکید میکنه؟ و آیا اصلا هیچ شدنیه که مثلا جبهه با حکومت بر سر ترکیب چنین هیئتی به توافق برسه؟ خب اجازه بدید ابتدا من این بیانیه راهبردی که جبهه داد رو یه خورده توضیح بدم. ببینید در قسمت مقدمه‌اش جبهه برخورد خیلی تند و رادیکالی با حکومت کرده. بنابراین ملاحظه امنیت جبهه در تدوین این سند نمیتونست دخالت داشته باشه و نگاه راهبردی جبهه اساساً همین هست. یعنی جبهه خودش رو در چارچوب یک تلاش مسالمت آمیز محدود میکنه و بر اساس امکانات واقعی کشور حرکت میکنه. در نتیجه نه، اصلا اینجوری نیست که به دلیل اینکه محظوری وجود داشته این طرح ارائه شده. ارزوی من این نیست، بلکه طرح راهبردی است که مستقل از اینکه جبهه در داخل باشه، خارج باشه، زیر خطر باشه، نباشه، به نظر من همین حرفا رو حتما دوستان جبهه میزدن. اما این مقایسه بسیار جالب هست. ببینید برمیگرده به همون بحث انتخابات آزاد که ما الان با هم کردیم. خب جبهه این انتخابات آزاد رو یک مقدار اومده دقیق‌تر تعریف کرده، چون یک نگرشی هست که میگه انتخابات آزاد رو این حکومت برگزار بکنه. ما از این حکومت میخوایم انتخابات آزاد برگزار کنه، اگه نکردم خب صبر انتظار در پیش میگیریم. و این اولا مبتنی یک استراتژی بسیار پاسیوی هست و یک امیدهای کاذبی داره که چنین چیزی هم به نظر من هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد که نظام ولایت فقیه خودش داوطلبانه بیاد بگه خیلی خب مردم، حالا دیگه ما آماده ایم که مثلا انتخابات آزاد برگزار کنیم، شما نمایندگانتون بفرستید مجلس و نظام ما را اگه خواستید لغو بکنید. چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین یک مرزبندی ضرورت داشت با درکی که میخواد انتخابات آزاد رو در چارچوب این نظام انجام بده. در این حال یک مرزبندی هم لازم بود با افکار اندیشه‌ای که برگزاری انتخابات آزاد رو منوط به پس از جمهوری اسلامی میکنن، مثل همینی که در سند حزب اومده که ما گذار میکنیم، بعد از گذار انتخابات آزاد میکنیم، مجلس تشکیل میدیم، مجلس مؤسسان. خب به نظر من این درک هم یک درک غیر واقع بینانه و عملا ادامه انقلابی گری گذشته است. جبهه اومده بین این دوتا یک راه
مسالمت آمیز و متضمن مقصود پیشنهاد کرده و اون رو قبل از اینکه جپم این کارو بکنه تا جمهوری خواهان در سال 2003 کرده و ادامه فکر منشور تا جمهوری خواهان در اسناد مختلف هم اومده و اون این است که ما بدون اینکه خواستار اسقاط نظام بشیم خب به حکومت فشار میاریم تا بتونیم با حداقل بخشای از حکومت به یک تفاهم برسیم که بدون اینکه این حکومت از نظر اداری ساقط بشه اداره مملکت دست این حکومت بمونه ولی قدرت سیاسیش رو محدود بکنیم و یک انتخاباتی برگزار بشه که نه در چارچوب قانون انتخابات موجود و نه در چارچوب قانون اساسی موجود باشه، یعنی بخش‌هایی از قانون اساسی در واقع به تعلیق در میاد. برای اینکه این اتفاق بیفته بایستی بخش‌هایی از حکومت بیان پای این بازی و اون بخش‌هایی وارد این بازی میشن که دیگر در ادامه وضع موجود منافعی ندارن. این هم یه فرمول کلاسیک هست، یعنی شما شرایط انقلابی لنین رو که ببینید میگه توده نخواد حاکمیت نتونه، حاکمیت نتونه یعنی که تضادهای در اون حکومت طوری میشه که دیگر قادر به تداوم حکمرانی نیست، دیگر قادر به تداوم سیاست ورزی و اداره مملکت نیست. در این مقطع همیشه اینطور بوده که بخشای از حکومت میکنن و میان این طرف. شما باید این امکان فراهم بکنی که با اون بخشا وارد گفتگو بشی و بگی خیلی خوب شما که یه دستتون هنوز با بقیه حکومت هست یه دستتون هم بدیم به ما و با همدیگه بیایم یک هیئتی رو تشکیل بدیم که این هیئت رو همه قبول داشته باشن، یعنی هم اپوزیسیون قبول داشته باشه، هم جامعه مدنی قبول داشته باشه و هم بخشای مختلف حاکمیت قبول داشته باشن و این هیئت بتونه مستقل از قانون اساسی، مستقل از قانون انتخابات، طبعا بر اساس مثلا اعلامیه بین المجالس که اون 24 ماده‌ای که قبلا هم اون خانم عبادی و دوستانشون در ایران اون رو مطرح کرده بودن، صیانت از انتخابات، بر پایه اون اعلامیه بیان و جدای از حکومت یک کمیسیون، حالا اسمش کمیسیون ملی انتخابات هست یا هیئت مورد قبول همگان هست، این انتخابات رو برگزار بکنه و یک راه حل میانه است، یعنی نه در چارچوب این نظام هست و نه در بعد از این نظام هست. تمام جوهر این استراتژی این است که هم تحول خواهانه است و هم میخواد به قول دوستان به بعد از جمهوری اسلامی برسه و هم مسالمت جویانه است و حذفی نیست. اون چی که من نگران هستم این است که حزب نره پای یک استراتژی حذفی. استراتژی حذفی در ایران جواب نمیده. وقتی ما بریم پای انتخابات آزاد معنیش این است که میگیم آقای اصلاح طلب، آقای اصولگرا، آقای اقتدارگرا، شما هم بیا پای وزن کشی و به نسبت نیرویی که در جامعه داری در اون مجلس مسئول حضور خواهی داشت و در اون مجلس مسئول اون تعادل قوا نشون میده. طبیعی است که ما پای یک انتخاباتی که مقدماتش فراهم نشده باشه نمیریم. بنابراین جبهه ملی در همون طرحش دو ماده رو قبل از انتخابات آزاد پیشنهاد کرده، یک آزاد شدن همه زندانیان سیاسی و پایان اعمال خشونت علیه مردم، دو آزادی فعالیت رسانه‌ها و احزاب. اینها مقدمات انتخابات آزاد است. وقتی که اینها برگزار اینها تامین شد اون وقت من و شما امکان گرفتن رسانه داریم، امکان حرف زدن با مردم داریم و خودمون رو به رأی مردم می‌ذاریم. مردم اون وقت تصمیم میگیرن که به ملای ده ما رأی بدن یا به من رأی بدن و نتیجه بازی هم هرچه شد ما به عنوان نیروی دموکرات اون رو میپذیریم، مگر اینکه یک حالت استثنایی هست که باید در اسناد حزب بیاد و اون است که نتیجه بازی دموکراسی یک ضد دموکراسی در بیاد، یعنی مثل الجزایر یا مثل مصر یا مثل ایران خمینی از اهرم دموکراسی علیه دموکراسی استفاده بشه که اون چیزی که به دست میاد قانونیت داره ولی مشروعیت نداره. یه بحث نظری است که میذاریم کنار ولی یه بحث فعلا حاشیه‌ای هست. فقط برای اون دوستانی که ممکن حساسیت نشون بدن من این رو هم ترک. احمد جان با توجه به توضیحات که داری میدی چطور شما انتظار داری حکومتی که در قدرته و هر صدای اعتراضی رو به شدت سرکوب میکنه حتی تحمل شنیدن صدای مخالفین درون خودشون نداره، حالا بیاد
دست همکاری دراز کنه و تحت فشار به قول شما همچون خاصی رو قبول بکنه؟ خب من توضیح دادم که اگه شما بخواید روی این نظریه پافشاری بکنید، اون وقت میفتید به یک موضعی که به نسبت برای دوستان حزب چپ ایران اصلا قابل قبول نیست. یعنی شما باید به یه پله، دو پله، سه پله بیای پایین تر، نه اینکه بالاتر بگیری. اگر اینو نمیشه تحمل کرد، خب براندازی رو میشه تحمل کرد. پس یه را بیشتر نمیمونه که آقا انقلاب باید کرد و چیزی دیگه باقی نمیمونه. اما من تاکید میکنم همه چیز برمیگرده به تعادل قوا. شما ببینید در خود این جمهوری اسلامی اتفاقاتی افتاده، یعنی اینجور نبوده که اینها در مقابل هیچ کس و هیچ وقت عقب نشینی نکرده باشن. جنبش سبز رو شما در نظر بگیرید، این جنبش تا کجا اومد و اگر این جنبش موفق میشد آذربایجان رو با خودش همراه کنه، کردستان رو با خودش همراه کنه، طبقه کارگر رو با خودش همراه کنه، توده های محروم حاشیه شهرها رو با خودش همراه کنه، مطمئناً اون راهی که در پیش گرفته بود این شانس ایجاد میکرد که آقایون عقب بشینن. بحثایی که امروز در داخل خودشون بوده و بیرون اومده نشون میده که نگرانی ها جدی وجود داشته خود در نزد خود آقای خامنه‌ای و دارالاستشون. ولی خب اون جنبش کم آوردن، اینجا اینا تن به عقب نشینی ندادن. ولی خب شما نگاه بکنید در 56 اینجوری نبود. خمینی توانست با استادی همه این نیروهای که اسم بردم رو جمع بکنه زیر چتر خودش. ما هم که مخالف خمینی بودیم تمکین کردیم و یک نیروی ملی سراسری به وجود اومد که ما هم که جمهوری اسلامی نمیخواستیم عملا با شعار بحث بعد از مرگ شاه رفتیم زیر بار این داستان و کردیم اون چیزی که نمیخواست میکردیم. و به هر حال منظورم این است که یک نیروی عظیمی که به وجود میاد، شما نگاه بکنید واقعا آیا میبایست در 22 بهمن قیام میشد؟ این یه سوال تاریخی مهمی است که متفکر نزد چپ هم باید بهش بپردازن و ببینن که آیا واقعا قیامش ناپذیر بود. به نظر من نبود. اون زمان مذاکرات در بالا به جای حساسی رسیده بود، یه اختلافات کوچیکی مونده بود که انتخابات آزاد رو دولت بختیار برگزار بکنه یا اینکه بختیار بره کنار و بازرگان بیاد انتخابات آزاد رو برگزار بکنه. و اگر اون اتفاق میافتاد شاید مسیر حوادث ایران هم یه جور دیگه میشد و صدها هزار قبض سلاح دست مردم و بخشت و سراز لوباش نمیافتاد و این خشونت ها کلید نمیخورد و ما شاید خیلی در این مسیر مسالمت آمیزی به آزادی و دموکراسی میرسیدیم. بنابراین اینجور نیست که ما در تعادل قوای امروز رو با آینده صحبت بکنیم. شما برید تو فضا جنبش سبز در اون مقطع نگاه بکنید به مسائل. برید ببینید که هر جایی که جنبشی اومده حکومت ناچار به عقب نشینی شده. و نکته آخر، ببینید ما با یک دیکتاتوری فردی در ایران روبرو نیستیم. ما یک حکومتی داریم که درش سه نیروی مهم با هم متحدن، روحانیت، نظامیون و دیوان سالاری، که دیوان سالاری اقتصاد دولتی رو در چنگ داره، روحانیونی که خب میدونید همه چی رو در چنگ دارن و نظامیون که اخیراً هی قدرتشون زیادتر شده و در همه صحنه‌های سیاست ایران هم دخالت کردن و اقتصاد رو هم قبضه کردن از طریق همه شرکت‌هایی که وابسته به سپاه و قرارگاه هست. و این سه نیرو، ولی اینا تنها نیستن، دو نیروی دیگه هم با اینا متحدن. یکی فنسالاران ایران هستن و یکی هم سرمایه‌داری خصوصی ایرانه. اینها هنوز تکلیفشون رو با حکومت یکسره نکردن و اولین کسانی که از حکومت جدا خواهند شد این دو نیرو هستند. به محض اینکه اونا احساس امنیت بکنن در نقطه مقابل، اونا مشکل فرهنگی جدی دارن با حکومت، ولی چون به امنیتی که حکومت بهشون میده نیاز دارن و چون حکومت دست اونها رو برای ثروت اندوزی هم باز گذاشته، بنابراین فعلا اونها حاضر نیستن در مقابل خامنه‌ای و ولایت فقیه بایستن. چه تضمینی کسی میده که فردا اگر جنبش نیرومندی اومد و رهبرانشون اهل سیاست بودن و حاضر به گفتگو بودن و حاضر به دادن امتیازات روشن تضمین امنیت بودن، نران این طرف. وقتی اگر ما تو برنامه‌مون روی محترم بودن مالکیت خصوصی تاکید بکنیم، روی ضرورت رشد سرمایه‌داران کشور تاکید بکنیم، چرا باید سرمایه‌داری خصوصی از ما بترسه؟ چرا وقتی احساس بکنه که یک نیروی داره میاد فکر بکنه که مملکت داری بلد نیست و عدم امنیت میاره؟ نه، اونجوری نیست. وقتی چنین چیزی بشه بسیار از نهادهای واسطه هم هستن
که میتونن این ارتباطات رو برقرار بکنن. این کلاه وجود داره و در نتیجه هر تحول مسالمت‌آمیزی شانس تحقق جدی داره در ایران، مشروط به اینکه رهبران سیاسی از خودشون شایستگی و درایت نشون بدن و طرح برنامه‌های متناسب با واقعیت‌های جامعه ایران و نه خیالات و رویاهای دوران طفولیت ارائه بدن. خب در رابطه با طرح و برنامه صحبت کردید، در رابطه با راستاهای برنامه که برای کنگره در واقع ارائه شده، در راستاها در بخش اول پاراگرافی در نقد سرمایه‌داری و مخالفت با اون، اما برنامه ارائه شده در بخش دوم برنامه برای زندگی بهتر مردم ایرانه در چارچوب نظام سرمایه‌داری. نظر شما چیه در مورد این بند و این پاراگراف؟ اول بگم که من در کنگره مؤسس حزب یک برنامه کامل ارائه دادم و خیلی هم خوشحالم که با اینکه کار جدی هم روی تبلیغ و ترویش انجام نداده بودم، ولی بیش از 30% از حاضرین در کنگره مؤسس به اون برنامه رأی دادن و به باور من اون برنامه بر پایه یک سوسیال دموکراسی ایرانی تنظیم شده بود و نگاه من به مسائل برنامه اونجا به طور تفصیلی هست و اخیراً هم دوباره از دوستان به پیش خواهش کردم اون رو در به پیش چاپ کردم، در دسترس علاقمندان هست، میتونن نگاه بکنن، ولی به دلایل دیگه نخواستم توی این کنگره مؤسس هم این کنگره حزب اونو بیارم، چون به هر حال در کنگره مؤسس من هم به عنوان آدمی که از سازمان اکثریت میومد حضور داشتم، ولی الان خب این کنگره اعضای حزب هست و اخلاقی هم نمیدونستم که چنین پیشنهادی رو از بغل وارد حزب بکنم. این مقدمه رو گفتم برای اینکه روشن بشه نوع نگاه من به مسائل چی هست از یک موزه سوسیال دموکرات ایرانی، زیر ایرانی رو خط میکشم برای اینکه سوسیال دموکراتی به طور کلی نمیتونه پاسخ ایران باشه، به مسائل نگاه میکنم. و اون بنده که شما گفتید در مورد سرمایه‌داری و اون تناقضی که هست، به نظر من کاملا حرفتون درست هست و این تناقض حزب رو آزار خواهد داد و مشکل برمیگرده به این که اولا حتی اگر مارکسیستی هم ما بخوایم به مسائل نگاه بکنیم، مارکس این شجاعت رو داشت که ضمن نقد تمام به قول معروف پلشتی ها و انحرافات و بدبختی هایی که ممکنه سرمایه‌داری برای اون زمان همراه بیاره، میگفت که این نظام انقلابیه و سرمایه انقلابی میدونست، نه تنها مثبت ارزیابی میکرد بلکه فکر میکرد که در مقابل قیدبندهای فئودالیسم سرمایه میاد و این قیدبندها رو ور میداره، جامعه رو از قید تمام اون عقب ماندگی فئودالی رها میکنه. یعنی یک چنین نگرشی در بنیانگذار مارکسیسم وجود داشته. الان در کشور ما حزب باید روشن بکنه تکلیف شما سرمایه. آیا سرمایه در ایران نقش ترقی خانه داره یا نقش ارتجایی داره یا نقش محافظه‌کارانه داره؟ نقش سرمایه در ایران چیست؟ سرمایه به همون تعبیری که حالا مناسبات اجتماعی است و وظایف تولید هست، همه تعریف‌های مختلفی که از سرمایه میشه. حزب به نظر من نه تنها تکلیفش رو در جهت مثبت با سرمایه تعیین نکرده، بلکه در جهت منفی هر کار تونسته کرده تو این سند و این کار خطاست. ما میتونیم نقش تاریخی سرمایه در جهان رو اگر لازم بشه توی یه برنامه بیاریم، ولی بایستی در این نکته که در کشور ما سرمایه اسیر دست قدرت سیاسی و دینه و برای اینکه از این رها بشه، حزب چپ ایران به عنوان نماینده کارگران ایران باید پشتیبانی بکنه از سرمایه. رها شدن سرمایه از این قیدها به سود کشور هست، به زیان کشور نیست. و همونطوری که گفتیم در بخشی که برنامه میاد پاشو میذاره رو زمین، از آسمون سوسیالیسم نمیدونم رویایی میاد پاشو میذاره رو زمین، اون وقت سری پیشنهادایی میده که همش در چارچوب رشد سرمایه در کشور است. شما نمیتونید از توسعه پایدار کشور دفاع بکنید ولی امنیت مالکیت رو تامین نکنید.
چرا حزب چپ ایران نمیاد با شجاعت اعلام بکنه که این حزب مالکیت خصوصی رو محترم میشماره؟ محترم شمردن مالکیت خصوصی اصلا به این معنا نیست که قوانین مالیاتی نباشد که شرکت ها هر کاری دلشون خواست باید بکنن، ولی یک چیز مسلم است که در چارچوب قانون ثروت های تحصیل شده متعلق به کسانی است که اونو تحصیل کردن. دولت سوسیال دموکرات اهرمای خودشو داره، نظام پولی در اختیارش هست، نظام مالیاتی در اختیارش هست، نظام تعرفه ها در اختیارشه. به کمک این اهرمای اقتصادی سعی میکنه که جامعه رو متعادل بکنه، سعی میکنه که حقوق کار رو در چارچوب توسعه، تاکید میکنم در چارچوب توسعه پایدار، تامین بکنه. مرکز توسعه باید تصمیم است که ما تعادلی رو بین توزیع و انباشت تامین بکنیم. اگه هرچی در میاریم رفیق عزیز بخوریم، هرگز صاحب خونه نخواهیم شد. اگر بخشی از درآمد اون رو بذاریم کنار، چند سال بعد صاحب خونه میشیم، صاحب ماشین میشیم، صاحب نمیدونم جهیزه برای دخترمون میشیم، صاحب چیزهای دیگه ای که برای پسرمون میخواهیم میشیم. این منطق زندگی است. اگر حزب به این منطق پابند باشه، اون وقت میگه خیلی خوب، من نمیخوام عدالت توزیعی احمدی نژادی داشته باشم. با صراحت میگه حزب ما باید بگه این رو به مردم که برای عبور از این بحران بلافاصله ما نمیتونیم جامعه گل و بلبل به شما عرضه بکنیم. چنین چیزی امکان پذیر نیست. یک کشور ویرانه رو ما تحویل میگیریم و برای ساختن این کشور ویرانه باید مثل آلمانیا بکوشیم، مثل ژاپنیا بکوشیم، گرسنگی تحمل بکنیم، یه سنگ به شکممون ببندیم. اینها رو حزب چپ باید به مردم بگه تا اعتماد مردم رو جلب بکنه که یک جریان خالی بنده به اصطلاح شعارده نیست. خب بنابراین اگر ما بخوایم برنامه‌ای بدیم که رو زمین باشه، خب اینکه ما مثلا بیایم گیر بدیم امریکا یه سوسیالیزمی یه جایی می‌خوایم باشه، خب مهدی عزیز شما نگاه بکنید با این شتابی که الان تحولات تکنولوژیک در جهان گرفته، واقعا کی به خودش اجازه میده راجع به 10 سال دیگه حرف بزنه؟ حالا راجع به 50 سال دیگه مثلا با ما بخوایم اظهار نظر کنیم که چی؟ خیلی خب ما یک نظام ارزشی داریم، آزادی، برابری، همبستگی اجتماعی، صلح، حفظ محیط زیست، اینا ارزش‌های ماست و ما بر پایه این ارزش‌ها حرکت می‌کنیم. چه خواهد شد؟ آینده چه جوریست؟ امیدواریم آینده عادلانه‌تر باشه، امیدواریم آینده مردم رفاه بیشتری داشته باشن، امیدواریم که اگر ما به جامعه رسیدیم که همه کارا رو کامپیوترها کردن که الان داریم به این سمت میریم، خب براش راه حل‌های معقولی پیدا بکنیم و بعد ما در یک جامعه الان زندگی میکنیم که خب گفتن که نداره، شما همه عوارض بحرانی که در کشور ما هست میبینید، اصلا وضعیت ما طوری است که ما از غافله تاریخ ما رو در خیلی از زمین‌ها چندین قرن عقب بردن. خب ما بخواییم اینجا یک کشوری رفته توی باتلاق گیر کرده، اول باید این باتلاق درش بیاریم، بشوریمش، بعد ببینیم که میشه روغن کاری کرد، میشه راش انداخت. مسائلی که واقعا در برنامه ما وجود داره این هاست، نه فوش دادن به سرمایه و سرمایه دار و فلان. اینا مشکل ما ولایت فقیه هست، مشکل ما حکومت دین هست، مشکل جدید ما این است که یک مشت لات و لوت امثال محسن رضایی و نمیتونم احمدی مقدم و اینا که سوادشون دیپلم بوده و رفتن از این دکترهای جعلی گرفتن، اینها اومدن بر جان و مال و ناموس مردم مسلط شدن. خب ما میریم پای فوش به سرمایه. نه، به نظر من در ایران برای رها شدن از چنگ ولایت فقیه، حکومت دینی و نظامیانی که به این شکل دارن پدر مملکت رو در میارن، ماجراجویاشون روز به روز مملکت داره مثلا جنگ و ویرانی میبره، بایستی همبستگی کار و سرمایه رو با تمام قوا ازش دفاع بکنیم. بایستی به سرمایه امنیت بدیم، بایستی مالکیت خصوصی رو محترم بشماریم، بایستی از شعارهای ایدئالیستی در برنامه کم بکنیم، واقع بینی رو جایگزینش بکنیم. این حزب رو به روز میکنه، حزب رو با مردم در ارتباط قرار میده، حزب رو وارد دیالوگ با جامعه سیاسی ایران میکنه. الان با این قیافه عبوس و ایدالیستی که برنامه داره، به نظر من برنامه اصلا مطرح نخواهد شد، دیده نخواهد شد. شما نگاه کن آمد این برنامه که حزب، برنامه که سازمان فدایان اکثریت نوشت 70 صفحه،
در خود کنگره که این برنامه تصویب شد، اعضای کمیسیون، من اشتباهی برم ولی سخنرانی هست، اومدن گفتن آقا رفقا بین خودمون باشه، خیلی همون این برنامه نخوندیم. خب کدوم قسمتش رو در کدوم اکسیون مورد استفاده قرار گرفت جز اینکه نوشته شد و رفت رو تاخچه؟ خب کار بی مصرف چرا باید بکنیم؟ حرفای من ایناست رو بخواست. بنابراین امیدوارم که در کنگره که همیشه مرکز خلال جمعی است بحثا باز بشه. از شنیدم که دوستان به غیر از امثال بنده که منتقد خیراندیش این برنامه هستم، از دیگران هم دعوت کردن. فرصت بدید به همه، تریبون بدید به همه، وقت بدید که منتقدینی که حرف دارن بدون لکنت زبان، بدون ترس بیان و پشت تریبون نقداشون رو بگن. و بعد هم خب کمیسیون هایی که مسئول تدوین نهایی اسناد هستن این نقدا رو دخالت بدن، دخالت منصفانه بدن، دخالت محتوایی بدن، نه اینکه مثلا برای رفع تکلیف یک فرمولی رو باز التقادی تر بکنن و بدن بیرون. متشکرم. بله. مرسی. تشکر میکنم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید. تمام سعی و تلاش ما اینه که در واقع همین کار رو بکنیم و سعی کردیم توی این مدت تمام صداها، تمام پیشنهادات، نظراتی که وجود داره رو تا اون جایی که ما در توانمون بوده، که میدونید توان ما هم توان محدودیه در واقع، در برای بهتر کردن و پربارتر کردن کنگره ارائه بدیم و برخورد کنیم و پیش ببریم. سعی ما این بوده بدون اینکه هیچ گونه دخالت در واقع نظرات داشته باشیم. به همین امروز شما نه تمام نظراتی رو که داشتید اعلام کردید و ما اینو پخش میکنیم و امیدواریم که بتونه این پیشنهادات، این نظرات نتایج مثبت خودشو در آرای کنگره و در اسناد کنگره بذاره. به امید دیدار بعد. من هم متشکرم که این فرصت در اختیار من گذاشتید و میدونم که شما شخصا برخورد بسیار دموکراتیک رو مسئله دارید و بقیه اعضای حزب هم به همچنین سیاست در صفوف حزب رشد کرده، تنوع نظری تحمل میشه و اینا همه نشانه مثبتی هست که حزب میتونه به یک سطحی از سیاست ورزی دست پیدا بکنه که متناسب با شرایط روز جهان و کشور باشه. برای شما، برای حزب و برای کنگره موفقیت روزافزون آرزو می‌کنم. مرسی. تشکر.